سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز. در این ویدیو میخوایم شما را با کشور کویت آشنا کنیم. کشوری کوچک صاحب با ارزشترین پول جهان است. مردم این کشور همه در رفاه کامل به سر میبرند. البته قشر بیشتر شهروندان کویتی مهاجرانی هستند که تسلیم قوانین کویت شدند و به عنوان یک کویتی زندگی میکنند. کویت با نام رسمی دولت کویت کشوری است در غرب آسیا. کویت با کشورهای عراق، عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن شهر کویت می باشد. زبان رسمی این کشور عربی و واحد پول آن دینار کویت است و جزو کشورهای کوچک طبقه بندی می شود که طبق آخرین سرشماری 3,399,000 نفر جمعیت دارد و حدود 35% آن شیعه هستند. کویت در سال 1962 میلادی به استقلال رسید و از همان سال تا کنون خاندان آل سبا بر آن حکومت می کنند. کویت یکی از 4 شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس و از کشورهای اسلامی است. کشوری کوچک صاحب با ارزشترین پول جهان است. از قدیم هر کجا که آسانی بوده مثال کویت دست را می زند. مسجد مروارید شهر کویت یکی از عجایب در کویت مسجد بزرگ این کشور است که به شکل بسیار مجلل طراحی و معماری شده است. این مسجد یک نمونه عالی از سبک معماری اسلامی محسوب می شود و به طور کلی بزرگترین مسجد شهر کویت نیز به شمار می آید. وسعت این مکان در حدود 46,000 متر مربع اعلام شده است که رگاه معماری ایرانی در آن دیده می شود. در ماه رمضان تعداد بسیار زیادی از مسلمانان وارد این مسجد می شوند و نامی که برای این مسجد در نظر گرفته شده است مروارید شهر کویت است. حقیقت این است که طراحی این مسجد تکرار نشده است. این کشور که با عربستان و عراق همسایه است از لحاظ وسعت از همه همسایگانش کوچکتر و گاهی از یک استان آنها هم کم وسعت‌تر است، اما آوازش در دنیا پیچیده. واقعا کویت چه ویژگی‌هایی دارد که اینقدر گاه بیگاه نامش را می‌شنویم؟ شاید ساکنان شهرهای جنوبی کشورمان بیشتر کویت را بشناسند. از میان همه ساکنان کویت 60% عرب هستند و نزدیک به 38% از ساکنان کویت نیز از تبار آسیایی هستند. مردم کویت از نژاد سپید و از تیره سامی بوده و در میان آنها دیگر نژادهای عرب مانند عدنانی ها نخستین گروه کوشنشین از نجد به این سرزمین در جمع قبیله انزه بودند و قحطانی ها نیز یافت می شود. نوشتار و زبان رسمی در کویت عربی است. افزون بر این زبان انگلیسی به دلیل پیشینه حضور انگلیس‌ها در این کشور، همچنین حضور آمریکا هم‌اکنون به عنوان زبان دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. نوع لباس مردم کویت. اگر توجه کرده باشید، عرب ترجیح می‌دهند لباس‌هایی بپوشند که دست و پایشان را کامل بپوشاند و زن‌هایشان هم اغلب صورت‌هایشان را با روبند می‌پوشانند. اما در کویت به دلیل اینکه تعداد مهاجران بسیار زیاد است، سبک خاصی در پوشش مردان این کشور مشاهده نمی‌کنید. کویت برای محققان، مردم شناس و علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ ملل بسیار مناسب است. اگر از این دسته افراد هستید، سفر به کویت را از دست ندهید. پرچم کشور کویت. پرچم کویت برای اولین بار در سال 1961 به رسمیت شناخته شد. به عنوان پرچم غیر نظامی و پرچم استان و نشان ملی شناخته می شود و همچنین دارای تناسب 1-2 می باشد. این پرچم از 4 رنگ قرمز، سفید، سبز و مشکی تشکیل شده است. پول کشور کویت. پول رایج کویت دینار است. دینار کویت مانند واحد پول دیگر کشورهای صادرکننده نفت وابستگی مستقیم موثری با دلار دارد. دینار کویت آزادانه قابل تبدیل است و نرخ برابری آن روزانه اعلام می شود. اقتصاد کشور کویت. کویت پنجمین کشور غنی از لحاظ ذخایر نفتی است و آنقدر سرمایه دارد که توانسته است به خوبی از پس مخارج و هزینه‌های مهاجران برآید. با اینکه کویت از نظر اقتصادی وضعیت خوبی دارد، اما باز هم میتوان گفت کاملا به صادرات نفتش وابسته است و حدود 85% درآمدش از این راه میباشد. همچنین موضوعات باعث شده که در کویت قیمت گاز از آب هم ارزانتر باشد. جاذبه‌های گردشگری کویت. جاذبه‌های گردشگری کویت شهری با منابع عظیم نفتی در جنوب خلیج فارس است که در مقابل شهرهای دیگر اطراف خود نظیر دبی از زرق و برق کمتری برخوردار است. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. دکمه لایک و سابسکرایب هم واسه حمایت از ما یادتون نره. مرسی دوستان.